ارتش ایران هم با در اختیار گرفتن تسلیحات جدید و مدرن و افزایش تعداد یگانهای رزمی روز به روز قدرتمندتر می شود. نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با در اختیار گرفتن انواع تانک و نفربر مدرن به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده بود و نیروی دریایی هم با اضافه شدن یگانهای هاورکرافت و به خدمت گرفتن ناوچه‌های پیشرفته صاحب قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه میشد. با راه اندازی اولین مرکز آموزش تفنگداران دریایی در پایان دهه 40، ایران بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری بود که آموزشگاهی برای تربیت تکاور دریایی تشکیل می‌داد. اما مهمترین تحول در این سالها برای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران رقم خورد. فانتوم دارای یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌هایی است که بشر برای پرواز ساخته. با قدرت پرواز در سرعت‌های دو برابر مافوق سرعت صوت. در سال‌های پایانی دهه 40، نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران دریافت ده‌ها فروند هواپیمای F4 یا فانتوم رو از آمریکا شروع کرد و این جنگنده مدرن به تدریج به یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی ایران تبدیل شد. Geographically, Iran is in between deserts and major urban centers. The idea to defend these major urban centers was to bolster this air force so much if somebody attacks us, we are going to stop him outside of our borders before a potential threat can reach these centers. پایگاه یکم شکاری خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبانان خوب گردان فانتوم یکان درآیید. با شروع ماموریت هواپیماهای فانتوم، توان رزمی ناوگان ارتش شاهنشاهی به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد و ایران در رده برترین قدرت‌های منطقه خاورمیانه قرار گرفت. در کنار گسترش توانایی‌های اقتصادی و نظامی، اونچه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه‌ای رو ممکن می‌کرد، روند تغییر و تحولات در خاورمیانه و جهان بود. خروج بریتانیا از خلیج فارس بیشتر از همه خبری خوشحال کننده برای شاه ایران به حساب می‌آمد. محمد رضا شاه پهلوی این اتفاق رو فرصتی برای ایران می‌دونست تا با پر کردن خلاء ناشی از خروج انگلیسی‌ها نقش منطقه‌ای دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت کنه. به محض اینکه شاه خبردار میشه انگلیس که تنها کشوری که قدرت جغرافیایی و انسانی و طبیعی و نظامی برای اینکه بتونه این منطقه رو کنترل بکنه ایرانه. در نتیجه رویکرد ضد ایرانی رهبران حزب بعث، از ماه‌های پایانی سال 47 مناقشات مرزی ایران و عراق دوباره بالا گرفت. این مناقشات در نهایت به بروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای مرزی دو کشور منجر شد و فضای مرزهای غربی ایران بعد از مدت‌ها دوباره ملتهب شد. The neighbor that Iran is most concerned about is Iraq, which here lies just across the Shatt al-Arab River. The Iraqis are both unpredictable and, thanks to the Soviet Union, heavily armed. Iran keeps most of its ground forces deployed along this border. Earlier this month, there was serious fighting along the border north of here. به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی در فروردین ماه سال 48،
جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم. اگر تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها، شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب از کشتی دفاع کنن. روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن در اروندرود به حرکت در اومد. فانتوم های شکاری پایگاه بوشه برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پای سراسر اروندرود رو حرکت کنند با پرچم ایران. و اون در حقیقت نقطه چرخشی بود. این در حقیقت یه جورایی امتحانی بود. یه امتحانی بود که ببینن بعد از انگلیس کی قراره در خلیج فارس قدرت اصلی باشه. آیا ایران، آیا عراق، یا هر دو، یا یه تعادل. این خیلی مهم بود واسه شاه. خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه. مهمترین دستاورد برداشته شدن محدودیت‌های خرید تسلیحات آمریکایی، ورود هواپیمای فوق مدرن F-14 موسوم به تامکت به سازمان نیروی هوایی ارتش ایران بود. تامکت مدرن‌ترین و جدیدترین جنگنده تولید آمریکا بود که با برخورداری از رادار قدرتمندی با برد نزدیک به 240 کیلومتر از قابلیت رهگیری و شلیک به 6 هدف به صورت همزمان برخوردار بود. این قابلیت بی‌نظیر F-14 رو به یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای شکاری دنیا تبدیل می‌کرد که می‌تونست برگ برنده ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه لقب بگیره. There was a major study 70s and this said we need that flying radar with this long range missile. This is what we need. We have to kill the enemy before it comes closer to Iran. So that eventually هواپیماهای F-14 تامکت شکاری فوق مدرن تأمین کننده برتری هوایی با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهان می‌باشند. با اضافه شدن هواپیماهای تامکت به ناوگان نیروی هوایی و دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته، از میانه دهه 50 موازنه قدرت در خاورمیانه کاملا به سود ایران تغییر کرد و ارتش شاهنشاهی ایران به قدرتمندترین نیروی نظامی در منطقه تبدیل شد. ایران به خاطر سیاست دولت نیکسون در آمریکا قدرت برتر منطقه میشه. تسلیحاتی رو که ارتش ایران دریافت میکنه، حتی نیروی دریایی آمریکا در بعضی از مواقع این هواپیماهای بخصوص که میافزایه بر قدرت چانزنی ایران در اون شرایط، علارغم کمک هایی که از کشورهای دیگر به عراق میرسیده، همچنان برتری استراتژیک خود رو بر عراق. قدرتگیری ارتش شاهنشاهی حضور نظامی ایران در خلیج فارس را بیشتر می‌کند. امنیت تنگه هرمز، شاهراه نفت جهان که همواره توسط غرب به ویژه انگلیسی‌ها حفظ می‌شد، از نیمه دهه 40 تنها به وسیله ارتش شاهنشاهی تأمین می‌شود. ایران از فرصت خروج انگلیسی‌ها از خلیج فارس استفاده می‌کند و بلافاصله بعد از خروج نظامیان بریتانیایی از منطقه، ارتش ایران در یک عملیات نظامی سریع حاکمیت ایران را بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک دوباره برقرار می‌کند. که مخالف حکومت عراق بودند، قطع می‌کند. از آن پس کردهای عراق که با ایران روابط دوستانه‌ای داشتند به جمع مخالفان شاه می‌پیوندند. توان نظامی ایران به قدری زیاد می‌شود که مشکلات امنیتی سایر کشورهای منطقه را هم تامین می‌کند.
سلطان قابوس پادشاه عمان که از مهار تجزیه طلبان چپگرا در ایالت ظفار این کشور عاجز شده، در سال 1351 از شاه ایران می‌خواهد تا به برقراری امنیت در این کشور کمک کند. پیرو این درخواست، نظامیان ایران وارد عمان شدند. ارتش ایران که هرگز سابقه حضور در یک جنگ واقعی را نداشت، از فرصت استفاده می‌کند و با شرکت در یک نبرد نظامی تجربه رویارویی نظامی واقعی به دست می‌آورد. در طول این نبرد که به جنگ ظفار مشهور می‌شود، بیشتر از 15,000 نظامی ایرانی در مقاطع مختلف به عمان اعزام می‌شوند و در جنگ شرکت می‌کنند. ارتش شاهنشاهی در جنگ ظفار شورشیان کمونیست عمان را سرکوب می کند. حالا 31 سال بعد و در 21 آذر ماه سال 1356، شاه از رژه‌ی 3 ساعته سام می بیند که شکوه و بزرگی آن در کوهبایی های البرز بیشتر به چشم می آید. هزینه های نظامی بالای ایران انتقادهای علیه شاه به وجود می آورد، اما شاه در تقویت ارتش قاطع عمل می کند، به نحوی که بودجه نظامی سال 55 را به 7,200,000,000 دلار می رساند و پنجمین ارتش بزرگ جهان را تشکیل می دهد. ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندن جانسون بود. جنگنده سبک F5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام‌ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت.